عناوین اصلی جنجال کودتای سرهنگ ارتش و حاضر نشدن برای سرکوب مردم اصفهان و شیون یک مرجع تقلید ادهی از آخوندها در فکر انصراف هستند. به کیوز همراهان گرامی کانال خبری کیوسک درود بر شما آدینتون بخیر از اینکه برای شنیدن خبرها همیشه کیوسک رو انتخاب میکنید سپاس گذاریم. جنجال کودتای سرهنگ ارتش و حاضر نشدن برای سرکوب مردم اصفهان انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی از وداع سرهنگ هلاکو احمدیان فرمانده تیپ 65 کلاه سبس های ارتش با نیروهای تحت امر وی واکنش های زیادی به همراه داشته است. در شبکه های اجتماعی مطرح شده که سرهنگ احمدیان را طی حکمی زودتر از موعد بازنشسته کردند زیرا حاضر به شرکت در سرکوب مردم معترض اصفهان در اعتراضات آزر ماه امسال نشده است. سرهنگ احمدیان در صحبت‌های پر از کنایه که خطاب به گمات ارشده ارتش جمهوری اسلامی است به نیروهایش میگوید من ثابت کردم نیروی زمینی عقدنامه ننه کسی نیست حتی اگر ننهش خدمات ویژه به جامعه داشته باشد من در مقابل کسانی که خواستند هر غلطی با آبروی ملت بکنند ایستادم در هر صورت ثابت کردم نیرو زمینی عقدنامه ق... ننه کسی نیست حتی ننش اگه خدمات ویژه به جامعه داشته باشد هر غلطی خاص با آبروی ملت بکنه من واسطادم اینو یادتون نره منم شما یادتون باشه یه مثال میزنم تموم میکنم پرنده ها رو دیدی رو شاخه میشینن ای میشینه بلند میشه چرا بلند میشن چون اعتماد به اون شاخه نداره دیگه میشکنه عقاب هر جا بشینه از جاش تکون نمیخوره چرا چون عقاب به جایگاه و شاخه بسته نداره عقاب به خودش را اعتماد داره به بال و پرش اعتماد داره به چنگالش شاخه هم بشکنه نمیافته بیفته هم اقابه رو زمین شرف داره تا صد تا لاشخار رو هوا اینو یادتون نبید اولاکو احمدیان با کله پاچه دادن تو امامزاد آشم جوز کباب دادن تو صده کرت کادو بردن تو دفتر کسی نخواست بیش رفت کادر کادو رو من میدم به کسی که بلا سب باشه انگاهشون باشه از. تا تشم هستم هزینه شد داد الانم سربلند راحت داره ازتون خدا میکنه کنه درود به شرفتون تمام سرهنگ هولاکو احمدیان تا پیش از آن که در آذر ماه 1398 به عنوان فرمانده تیپ 65 نیروهای ویژه واکنش سریع نیروی زمینی ارتش منصوب شود، فرمانده یگان رهایی گیروگان تیپ 9 بود و همچنین چند ماه به عنوان جانشین فرمانده مرکز پیاده شیراز خدمت می کرد. او یکی از کارازموده ترین افسران ارتش است که در دوره چتربازی، مربیگری، چتربازی، تکاور، رهایی گیروگان، قواسی، پاراگلایدر، سقوط آزاد نبرد در کوهستان و دافوس را گذرانده است یک منبع آگاه به کیهان لندن میگوید مشاجره های سرهنگ احمدیان با بعضی مقامات ارشد ارتش از آبان 1398 شروع شد از فرمانده تیپ 65 خواسته شد نیروهایش را به خیابان بیاورد اما او با چانه زدن بر اساس شرح وظایف نیروهای ویژه افرادش را برای حفاظت از پادگان ها و اماکن استراتژیک اعزام کرد اقدامی که بعدها از طرف بعضی همکاران و در واقع رقبای او نافرمانی از اعزام نیرو به خیابان تعبیر شد در همین ویدیو هلاکو احمدیان در صحبتهایش به کلاه سبزها میگوید در مقابل کسانی که خواستند هر غلطی با ملت بکنند ایستادم و هزینه آن را دادم و سربلند خداحافظی میکنم اشاره سرهنگ احمدیان به کله پاچه دادن در امامزاده هاشم یا جوجه کباب دادن در صد کرج یا کادو بردن به دفتر کسی نیز هست. آن فرماندهان و افسرانی که برای رسیدن به موقعیت های بهتر چاکر معابانه به دنبال خوشخدمتی به مقامات بالاتر هستند. امامزاده هاشم و صد کرج دو منطقه در حومه تهران است که آموزش های اردوگاهی ارتش به صورت دوره ای از پیش از انقلاب تا کنون در آنجا برگزار می شود و نیروهای دانشگاهی یا آموزشگاهی و سربازان در این دو محل دوره های رزمی می‌بینند. امکانات این اردوگاه ها که اغلب در مناطق کوهستانی و ییلاقی و خوش آب و هوا قرار دارند مورد توجه فرماندهان ارشد و محلی برای گردش و تفریح نیز هست به عنوان مثال اردوگاه امامزاده هاشم ارتش در مسیر پیست اسکی قدیمی و معروف آبلی در جاده هراز دارای پیست اسکی اختصاصی هرفیست است و امکانات تفریحی قابل توجهی دارد همچنین سویت های کنار دریاچه صد کرج در مسیر جاده زیبای چالوس فضای بسیار دلچسبی برای استراحت فرماندهان ارشد دارد گفته می شود در جریان جلسه که اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با فرماندهان نیروهای مسلح برای مقابله با اعتراضات مردم داشتند سرهنگ هولاکویی جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده است در این حال هولاکو احمدیان در فروردین 1398 در مقطعی که هنوز معاون فرمانده مرکز علوم و فنون مکانیزه نیروی زمینی در شیراز بود، قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم های آمریکا را محکوم کرده بود. او در یک مصاحبه گفته بود این اقدام نشان داد سپاه به خوبی به وظایف خود در دفاع از انقلاب اسلامی و کشورمان عمل کرده است که موجب عصبانیت و ناراحتی دشمنان شده است. احمدیان تاکید کرده بود طی چهل سال گذشته دشمن توطعه های زیادی علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی انجام داد اما با توکل به خدا ما همیشه پیروز بوده و پابرجا خواهیم بود وی همچنین هشدار داد دشمن تلاش میکند تا میان نیروهای مسلح اختلاف بیاندازد و ارتش و سپاه را از یکدیگر جدا کند در حالی که سپاه و ارتش هیچگاه از هم جدا نیستند و همه ما سرباز هستیم سوابق رزمی و حرفه سرهنگ احمدیان و محبوبیت او نزد نیروهای تحت امر و همکارانش روشن است با وجود این در مورد شخصیت و مواضع وی چند روایت وجود دارد برخی میگویند این سرهنگ نیروی زمینی بعد از سرکوب اعتراضات آبان 1398 زمانی که از وی خواستند تا نیروهایش در خیابان به سرکوب معترضان بپردازند با مقامات ارشد ارتش مشکل پیدا کرد در اواخر اسفند سال 1399 یعنی دو سال بعد از اعتراضات خونین آبان 98 فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مصاحبه با وبسایت دفتر علی خامنه ای از مشارکت نیروی زمینی ارتش در سرکوب ها خبر داد یک منبع آگاه دیگر به کیهان لندن میگوید بخشی از آموزش های نوهد مقابله با اختشاشات شهری است. سرهنگ احمدیان معتقد بود مردم مسلح نیستند و نباید کلاه سبزها را برای مقابله با کسانی که مسلح نیستند برد. مسئله احمدیان در ابتدا ایستادن جلوی نظام نبود اما بعد از اتفاقات سال 98 او مثل خیلی های دیگر متوجه واقعیت ها شد ارتش نیروی مکتبی میخواهد به خصوص نیروهای ویژه که توان رزمی بیشتری دارند احمدیان نمیپذیرفت ملاهای نیروی زمینی در تیپ 65 جولان بدهند او ترجیح میداد آموزش های نظامی و رزمی همراه با روحیه میهنی باشد تا تبلیغ اسلام و ولایت با شدت مخالف این بود که محیط های ارتشی شبیه مراکز سپاه و بسیج اداره شود اما تا قبل از اینکه فرمانده نوحد شود حرفی خلاف چارچوب نظام نزد البته اگر نظام از جانب وی احساس نگرانی میکرد اصلا نمیگذاشتند فرمانده قویترین نیروهای رزمی ایران شود همین منبع در ادامه میگوید وقتی احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی بود و نیروی سلیمانی سپاه قدس در دیرو زور سوریه به مشکل خورد از ارتش خواستند تعدادی از نیروهای کلاه سبز را آنها که داوطلبند معرفی کنند تا به سوریه بفرستند تعداد داوطلبها از تعداد آنهایی که میخواستند بیشتر بود این یعنی همان جوی که مورد پسند بالایی هاست. قبل از انتصاب هلاکو احمدیان کسانی مثل نوزر نعمتی و سیروس اماناللهی اللهی وقتی در تیپ 65 بودند بیشتر با پوردستان و کیومرس هیدری فرماندهان پیشین و فعلی نیروی زمینی ارتش رفاقت داشتند و بیشتر منعطف بودند هولاکو احمدیان فرمانده باهوشی است میدانست کجا چطور حرف بزند و کار کند که برایش دردسر نشود مردم را هم دوست دارد در مثل بعضی از همکارانش انتخاب او نیز مردم و نیروهایش است تا نشست و برخواست با شالاتان این منبع آگاه در پایان توضیحاتش به کیهان لندن میافزاید بعد از تظاهرات آبان 98 خیلی ها عوض شدند او هم یکی از همان هاست از همان وقت گیر دادن ها به او شروع شد از بالا به یک نفر فشار آوردن خیلی هم سخت نیست او هم خوب میدانست قضیه چیست بازنشستگی پیش از موعد هم مستقیم مربوط به ماجرای آبان 98 نبود در این دو سال خیلی اذیتش کردند و ترجیح داد برود این را هم بگویم بعد از آن که قضیه اختلاس پسر صالحی فرمانده سابق ارتش رو شد خیلی ها در ارتش فهمیدند بالای سرشان بخور بخور است حتی آنها که خیلی ولایی بودند هم الان شلتر شدند گنه احمدیان نه قبلا کاری کرده بود که نظام حساس شود و نه مخالفتی نشان داده بود فقط باهوش است حتی اگر با نظام هم مشکل داشته باشد شرایط طوری نیست که بخواهد آن را علنی کرده یا در جمع نیروها اعلام کند و برود شیون یک مرجع تقلید ادهی از آخوندها در فکر انصراف هستند. جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه در قوم خواهان توجه بیشتر به معیشت طلاب شده و گفته ادهی از طلاب به خاطر اینکه آئله آنها تأمین نمی شود در فکر انصراف از حوزه هستند. این مرجع تقلید شیعه مدعی شده بالاترین درآمد طلاب کمتر از دو میلیون تومان است و باید نسبت به معیشت آنها فکری کرد تا از حوزه انصراف ندهند. صبحانی همچنین گفته ما نباید محصل مادام العمر در حوزه داشته باشیم وی خواسته کسانی که شایستگی دارند زمینه مهاجرت آنها به شهرستانها فراهم شود تا همه شهرها تحت پوشش طلاب قرار بگیرد پیش از این نیز یک روحانی به نام شفی کیا از مهاجرت گسترده طلاب ایرانی خبر داده و یکی از دلایل آن را درآمد بیشتر دانسته بود این روحانی گفته بود طلاب مهاجر ایرانی که در نجف زندگی می کنند از وضعیت معیشتی و درآمد خود ابراز رضایت بیشتری می کنند شفیع کیا درباره دیگر دلایل مهاجرت طلاب از ایران به عراق گفته بود در سالهای اخیر جو علمی نجف از حوزه علمیه قم فراتر رفته و همچنین در نجف دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه روحانیان منتقد وجود و وی ادامه داده بود روحانیان مهاجر میگویند حوزه علمیه نجف بروکراسی و سختگیری حوزه قوم را نداشته و آنها از قوانین آسان تبعیت می کنند و در نجف به دلیل عدم دخالت مستقیم حوزویان در سیاست آنها فشار عمومی کمتری را تحمل می کنند. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه هم در خصوص وضعیت طلاب در ایران گفت که بسیاری از طلابی که میخواهند به بازار بروند خریدی دارند یا کاری دارند یا میخواهند به مغازه بروند سعی می کنند با لباس روحانیت نروند برای اینکه مردم مطلک یا فحش میدهند. فاضل میبودی در گفتگویی که روزنامه همدلی روز به چهارده دی 1400 منتشر کرده در خصوص وضعیت روحانیون در کشور گفت امروزه روحانیت کمتر با لباس روحانی در مجامع عمومی ظاهر می شود که معذب نشود روحانی در تاکسی می نشیند مردم متلک می گویند. مردم گرانی و تمام مشکلات را از چشم روحانیت می بینند. لذا به این سادگی نمی توان آن رابطه را که سابق بر این میان روحانیت و مردم بود و خدشه دار شد اصلاح کرد این عضو مجمع محققین و مدرس حوزه علمی قوم به این روزنامه گفته است که در خانه بسیاری از طلاب به دلیل درآمد پایین و مشکلات معیشتی اختلافات خانوادگی زیاد شده است او میگوید طلاب دو دسته هستند که دسته اول در یکی از ارگانهای دولتی مانند پادگانها ارگانهای نظامی اداره ها و سایر بخشهای دولتی مشغول به کار هستند و حقوق خوبی میگیرند دسته دوم زندگی خود را با شهریه ی حوزه میگذرانند که شهریه حوزه هم مبلغ بالایی نیست و حداکثر دو میلیون تومان است میبودی میگوید برخی طلاب در اسنپ کار می کنند یا سرایداری می کنند. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.